این قبل اینکه شروع کنیم یه دوستامون راجع به این چهار تا فرشته نکته خوبی گفتن. نه آسه ما همونجا همونجا بگو. یه تعبیر این مثلا فرشتگانی که هستن تو دنیا و اسباب همه چی هستن و همه اتفاقا میفته و خداوند در واقع کاراشو از طریق این فرشته‌ها انجام میده، یه تعبیر مدرنش نیروهایی هستن که تو دنیا وجود دارن و الان از نظر فیزیک مدرن ما میدونیم که چهار تا ما نیروی اساسی وجود داره در دنیا که تمام خلقت باید با این چهار تا نیروی فاندامنتال و اساسی چیزه در واقع کار میکنه. یکیش جاذبه است، رو هم میشناسیم، الکترومغناطیسه که اونم آهنرباها اینا هم میشناسیم. دو تا نیروی دیگه هم وجود داره که ما در زندگی عادی باش در واقع تماس نداریم ولی در ساختار اتمی و ثابت اتمیک مثلا وجود داره و اونا نیروی ضعیف هسته و نیروی قوی هسته است که یکی از اینا نیروی ضعیف هسته این پروتون ها رو کنار هم قرار میده و وقتی که مثلا شما مثلا بمب اتمی یا مثلا نیروی اتمی و انرژی هسته اینا آزاد میشه، در واقع این نیروی که ریلیز میشه. و یکی دیگه هم بازم که قوی تر از اون هستش، به من تعبیر دقیقش رو نمیدونم ولی اونم با ذرات بنیادی که جهان رو ساختن چیز کار میکنه. ولی یه حدیثی بود که از یکی از امام پرسیده بودن که مثلا چون ما در قرآن آیه داریم که تمام آسمان و زمین با یه ستونهایی نگه داشته شده که دیده نمیشه. بعد فکر کنم از امام رضا پرسیده بودن چه گفته داره ستونهایی وجود داره شما نمیبینید و یه فرشته ای هست که اینا رو نگه میداره و این فرشته اینو من از مهندس بازرگان توی تفسیر آیه شنیدم که اون حدیث اومده بود که یه فرشته‌ای وجود داره که پاهاش تو مرکز زمینه و بالهاش مثلا تو کرانه‌های آسمونه و اون خب گراویتیه دیگه، اون جاذبه است که در اطراف هر ستاره یا سیاره‌ای ما این جاذبه و این نیروی نامرئی رو داریم که همه چی رو نگه می‌داره و این فرشته‌ها هم که در واقع عرش خدا که در واقع کل دنیا رو نگه می‌دارن در واقع همین نیروها هستن که در واقع سبب تمام این تحولاتی که در جهان هست و اتفاق میفته بین کهکشان ها، بین سیارات و زمین و بدن ما و همه اینا، اینو در واقع اون نیروی چهار تا نیرو هستن و این در واقع رو در میاد با این تعبیر. خیلی ممنون. یه چیزی هست ما یه چیزی بهت یه ذره دیگه اینو من ببندم اینجا به خاطر اینکه مثلا من چقدر پزشکی به شما مثلا دادم مثلا خیلی ها مثلا چیزهایی که میبینم میگن نیست مثلا باکتری ها و ویروس ها از ما میبینیم من حتما این دستگاه هایی ولی دلیل نمیشه که نباشه. درست. ما ببینید یه چیزی هست، مولوی یه دفتر سوم یه بیتی داره میگه که از جمادی در جهان جان روید قلقل اجزای عالم بشنه. یه حرفی میزنه میگه تمام این اجزا، یعنی این میز گردن اینجا از این حرف میزنه. حالا یه ده بودن یه موقعی مثلا میرن یه جایی از اینجا به جاشوا تری اوکی. بیشتر این هیپی ها و کسایی که یه ذره به قول معروف سرخوشن و اینا خیلی اونجا دوست دارن و اینا میرن از این بالاخره دراگ با خودشون میبرن اینجا یه جاییه. خب بالاخره هم ساکته، همین که مثلا اینکه من نرفتم تو آره ولی مثلا اینکه آسمون رو نگاه بکنید آسمون خیلی پرستاره‌ای می‌بینید و چیزا هم کمه از لحاظ پولوشن به خاطر همین خوب
دیده میشه همه چیو طرف های پالم سپرینگ ده ها فیبره ده ها باید بگید بریدون طرف. خلاصه اینا یکی از دراغایی که خیلی دوست دارن ببرن ماشرومه، این قارچ. این قارچ رو اینا میخورن، بعد میگن درخته با ما حرف میزنن. ما میگیم باشه اشکال نداره، ولی ما نیا کنید ما خیلی ضعف داریم. حالا چه میخواید اینو دینی نگاش بکنید، چه میخواید اینو علمی نگاش کنید، من کاری ندارم. یه سری اونوری میخوان دوست دارن، یه سری چیز کنن توی دعای کمر میگه مثلا این بدن ما اینقدر ضعیفه که واقعا ضعیفه. یه موقع هم هست از علمی نگاه میکنید، به قول شما یه ویروس میره تو بدن ما افتادیم، درسته؟ یه پیش خون کمی درصد این بر اومد میشه، درسته. این وسط ما به خاطر همین چیزایی که حسیه رو بیشتر میتونیم قبول کنیم. حالا حرف که میزنن تو فیزیک صحبت راجع به این نیروها که میگن و اینا، این نیروها خب بالاخره ثابت شده است، چیزایی نیست که ثابت نشده باشه، ثابت شده است. و این چیزی که برای ذهن حسی ما، چشم حسی ما، اون چیزی که ما فکر میکنیم درسته، make sense میکنه. چرا؟ چون حسش کردیم. اگه ما بتونیم فرای این حواس پنجگانمون کار بکنیم، که مولوی هم میگه پنج حسی هست غیر این پنج حس، ما با اون پنج حس دیگر بتونستیم کار بکنیم، اصلا این دلایل احتیاجم نخواهیم داشت. رحم بریم سر میکائیل. خلاص میکائیل گفتیم که اون فرشته ایه که رزق و روزی رو بهش میرسه، درسته؟ بعد یه پیمانه هم کارش با پیمونه هست، خلاصه حساب کتاب داره. گفت میکائیل را تو رو به زیر مشت خاکی در رو با از بیچوش. به میکائیل گفتش که تو برو یه مشت خاکی تو بیا واسه من. چون که میکائیل شد تا خاکدان دست کرد و تا که بر باید از آن خاک لرزید و در آمد در گریز، گفت او لابه کنان و عشق. این رفتش دوباره میکائیل اومد خاک برداره، خاک دوباره ترسید و لرزید، سینه سوزان لابه کرد و اجتهاد با سرشک پرز خون سوگند، دوباره به گریه افتاد و به قسم آید که به یزدان لطیف بی ندید که بکردد حامل عرش مجید، کیل ارزاق جهان را مشرفی، تشنگان فضل را تو مغرفی، زان که میکائیل از کیل ببخشید، زان که میکائیل از کیل اشتقاق دارد و کیال شد در ارتزاق، که امانم ده مرا آزاد کن بین که خون آلود میگویم سخن. دوباره اینم قسم داد، به خدا قسمش میده، میگه به قسم به خدا و اون خدای قسم میدم که تو هم کننده عرش و تو این پیمونه رزق دنیا دست تو و تو تشنگان فضلات و مغرفی، مغرف یعنی سیراب کننده، اون کسایی که دنبال اینن که از بزرگی سیراب بشن، تو اونا رو باز سیراب میکنی. و از آن که میکائیل از کل اشتقاق، یعنی تو این اشتقاق از مشتق میاد، یعنی شکافتن، تو جوری که بزرگی میکنی و میشکافی همش با این پیمانته، با این اندازهی که داری میگیریه، دارد و کیال شد در ارتزاق و به خاطر همین تو کارت رزق و روزی رسوندنه، امانم ده مرا آزاد کن بین که خون آلود میگویم سخن. ببین که دیگه چقدر دارم التماست میکنم. معدن رحم اله آمد ملک، زمین داره میگه، میگه اصلا فرشته معدن رحم خداوندیه. گفت چون ریزم بران ریش این نمک، میکائیل به خودش میگه که پس من چجوری رو زخم این الان نمک بریزم، دل اونم به رحم.
همچنان که معدن قهر است دیو که برآورد از بنی آدم قریب، سب رحمت بر غضب هست ای فتا، لطف غالب بود در وصف خود. یه همون جوری که دیو هم معدن قهره، معدن بدیه، معدن ستمه، ببخشید. که برآورد از بنی آدم قریب، قریب هم یعنی داد و فقان آدم ها رو در آورده دید. میگه به خاطر همین سبق رحمت بر غضب هست ای فتا، همیشه رحمت بر غضب سبقی داره. لطف غالب بود در وصف خود، لطف همیشه بالاتره تو وصف خداوند. اینجا ببخشید این سبق آیا قبل نمیشه مثل عقد به مصابقه که مصابقه میشه؟ نه، از این داستان نتیجه میگیم که لابیگری از همون اول بوده. پس چی بوده؟ داستان لابینگ. آها، آره، زمین کار خودش کرد. یه دیارتون باشه، اینم حافظی حرفی میزنه، میگه آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال، قرعه چی؟ قرعه فال به نام من بیچاره زده، من دیوانه زده. اینجا من دیوانه، پس دارید میفهمیم که من دیوانه یعنی چی. حافظ خودشو نمیگه، زمین رو داره میگه. یه امانتی بوده که این وسط این زمین میدونست آخر سر چه اتفاقی به خاطر این امانت میفته، ازشم میدونه هیچ جوری نمیتونه دره دیگه، در نمیتونه بره. و ما بودیم که اومدیم و گفتیم باشه آخر سر. حالا ببینیم چی جوری گفتیم باشه. حالا میگه بندگان دارند لابد لابد خوی او، مشکاشان پرز آب جوی او. آن رسول حق قلاووز سلوک، گفت الناس و علی دین الملوک. این صحبت که داره میکنه باز داره راجع به ذات خداوند میکنه که رحمت داره، و میگه بنده هاشم این خوی اونو دارن چون جزئی از اونن. یعنی همه خوهای خوبی که ما داریم انعکاس، یعنی از خود خداست. بعد مشکاشون پر ز آب جوی او، چرا؟ چون از جنس خود، از خود اونن. از جنسش نمیتونم بگم، ولی از اون اومدن. آن رسول حق قلاووز سلوک، این در از پیغمبر صحبت میکنه که اون که پیشاهنگ سلوک‌های مختلفه، گفت الناس علی دین الملوک، مردم به آیین خیش همیشه به آیین امیران خیش می‌گروند. یعنی مردم همیشه خلق و خوی امیرهای خودشون رو پیدا می‌کنن. حرف خیلی بزرگیه. تو دنیای خودمون الان نگاه بکنی، رهبرای کشورهای مختلف رو نگاه بکنی و جوری که آدمهای اون کشورها دارن زندگی میکنن. شما کشوری دارین که رهبرش حاضره هر کسی رو از سر یه تیغ بگذرونه، آدماش هم اون شکلی هن. کشوری دارین که میگه نه، همه آدمها یکی هن، مساوی میذاره همه چی رو براشون، عدالت داره نسبت به ویلبینگشون، نسبت به سلامتشون، نسبت به زندگیشون. آدم ها نسبت به همدیگه رحم دارن. یه کشوری داریم خیلی طبقاتی، آدم هاش هم همون شکلی هست. ببینید الان همه اینا برمیگرده به امیرهایی که این برون بر ما داریم. یه عکس بود از مثلا حالا کاری نداریم، اونایی که کانادا بودن میگن کانادا خیلی خوبه، ولی خب کانادا جای بدی نیست، کانادا خیلی هم خوبه.
این علاقه این رهبرشون، این آقای جاستین ترودو، بله، تو مترو میره میشینه با مردم حرف میزنه چیز میکنه، کسی هم کارش نداره. تو همین کشور خودمون الان دیگه این بنده خدا ترامپ فکر نمی کنم جایی بتونه بره تک و تنها. بالاخره یه کسی یه چیزی بهش میگه. یه همشتا سیکیوریتی با خودش باید میبره. آره، یعنی این وسط چیز بگذارید، بریم مثلا نمیدونم بری تو میدل ایست، عربستان، ببینید چجوری اونا سفر میکنن، آدماشون چجوری هم. تو کشور خودمون هم نگاه کنید، همون جوری که امیرا هستن، همون جوری هم آدما هستن. تو شرکت ها هم همینطوره، راست میگی. یعنی اون جوری که لیدر و امیر اونجا عمل میکنه، بقیه هم همون جوری عمل میکنه. شما اگه به همه رحم داشته باشید، بقیه هم رحم داره. این حرف خیلی بزرگیه، هم از لحاظ تو اسکیل بزرگ یا خیلی چیز بخواید نگاه کنید، یا ذات خداوندی رو بخواید نگاه بکنید، اگه بهش درک بکنید، اگه اونو، اگر نه همینجوری بیاید خودتون رو ببینید، یا دور و بر خودتون رو ببینید. تو مملکت خودمون آقای بازرگان، مهندس بازرگان، بعد از اینکه از تخصصی دیدم تهران زندگی کردن، سوار اتوبوس می‌شدن بدون قانون، هیچ کس هم متعرض ایشون نشد. اون فقط یکی حالا علاقه بود هم توی حسابشون شست و نون تا یه تومنی حالا بالاخره خب رفت میکاوید سوی رب دین، خالی از مقصود دست و آست. بالاخره میکاویل هم برگشت طرف خداوند و دستش هم خالی. گفت ای دانای سر و شاه فرد، خاکم از زاری و گریه بسته کرد. به خداوند میگه که این خاک پدر من نبود از بس گریه کرد. آب دیده پیش تو با قدر بود، من نتانستم که آرام ناشون. میگه تو من میدونم چقدر به آب دیده، به عشق چشم تو ارزش میذاری و من نتونستم اینو نشنیده بگیرم. آه زاری پیش تو بس قدر داشت، من نتونستم حقوق آن گذاشت. وقتی که آه زاری میکنه، وقتی کسی خودشو اینقدر به حالت، یعنی جلوی تو وقتی که اینقدر یک کسی خودشو به حالت خضوع در میاره، من نمیتونم اونو ندیده بگیرم. پیش تو بس قدر دارد چشم تر، من چگونه گشتمی است، من چگونه گشتمی استیزگر. میگه اینقدر که چشم تر در برای در برابر تو قدر داره، من چگونه میتونم با یه همچون چشم تری جنگ کنم و نه بهش بگم. یه جورایی هم داره به ما یه سری چیزا رو میگه. دعوت زاری است روزی پنج بار، بنده را که در نماز آو و بزار. میگه این که ما میگیم نماز بخون، یعنی این که یه چند سیب داری به بندت میدی. حالا پنج بار برای مسلمان هاست یا برای بقیه ادیان هم بالاخره یه همه یه فریکونسی دارن، یه مدتی دارن. میگه اینا همش به خاطر اینی که بهشون یه چانسی میدی، یه شانسی میدی که اینا بتونن این خضوع رو به تو نشون بدن. یه نگاهی بکنید به ادیان، حالا من همه ادیان رو نمیشناسم ولی یه سریاشون که خودمون دیدیم، همه ادیان توی نمازهاشون، توی نیایششون یک جوری یه حالت خضوع دارن. درسته؟ یا این رو زانو میزنیم، یا خم میشیم، یا نیمه خم میشیم، یا یه احترامی میذارن. خب بازم این چیزا بخوام مطمئن باشم بدون، یعنی یونیورسال، اینا فقط یکی یکی نیست، دلیل داره. پیشانی رو خاک میذارن، همه اینا دلیلی داره. دلیلش اینه که
این فرموله اینطوری کار میکنه که بخواب با خضوع و با خشوع بخواب و این اتفاق میفته. ببخشید من مثلا دومش من خوب متوجه نشدم. بعد از پنج بار دعوت زاری است روزی پنج بار بنده را که در نماز آ و بزار، یعنی زاری کن نماز آ. نعره مؤذن که نعره مؤذن که حی الفلاح و الفلاح این زاری است و احترام. این حی الفلاحی که تو اذان میشنویم یعنی که بشه تابی به سوی رستگاری. میگه این رستگاری یعنی این زاری. یه جورایی مولوی اینا رو برای ما راحت کرده، ساده کرده، اختصاصی نکرده، عمومیش کرده. پس قرار نیست این شکلی باشه تا درست باشه، این هم هست. بله این سوال کردن خواستن. بله با زاری، با خضوع، با خشوع باید بخواد. آن که خواهی که از غمش خسته کنی راه زاری بر دلش بسته کن. میگه اون کسی رو که یه جوری یه حالتی داره، میگه اون کسی که نتونه زاری بکنه، نتونه نگاه نکنید که طرف میگه من هیچ وقت زاری نمی کنم یا هیچ وقت عشق نمی ریزم یا هیچ وقت گریه نمی کنم. بعضی هستن این حرفا رو میزنن، خیلی احساس چیزی هم بهشون دست میده. آره من اینجا گریه نمی کنم، مردم اصلا نشده. میگه اون کسی که میخوای یه جورایی غم و اندوهش رو زیاد بکنی این کار باشه، راه زاری بر دلش بسته کنی، نمیذاری دلش زاری بکنه. تا فرو آید بلا بیدافعی چون نباشد از تضرع شافعی. تا اینکه بلا همینطور براش بیاد بدون اینکه بتونه خودش دفاع کنه، چون این زاری کار دفاع رو میکنه براش. بلا نه اینکه حالا ممکنه طرف زندگی هم بکنه، شما هیچ وقت میگن از زندگی یه نفر هیچ خبری ندارید، یه چیزی شما ظاهر میبینید ولی در باطن نمیدونید چه خبره. اون ممکنه هزار تا بلا تو باطن داشته ولی ظاهر خیلی. چرا میگید یه کسی به دلتون نمیشینه؟ میخوام اینو باز کنم براتون. یه حالت میگی مثلا یکی رو میبینیم که به دلم نمیشینه طرف، هر جوری هم که فکر میکنم مثلا چی به دلم باز نمیشینه. چرا به دلتون نمیشینه؟ چون روش و توش با همدیگه یکی نیست، اینا با همدیگه اختلاف دارن از رو و از داخل. امریکایی یه حرفی میزنن میگن authenticity، میگن خیلی خوبه یه آدمی که حرف میزنه authentic باشه. بعد هیچکی نمیتونه authentic رو معنی کنه. authenticity معنیش تو مثنوی اومده، من از مثنوی معنیش رو گرفتم یه دفعه و اینم اینه که اون چیزی که میگی با اون چیزی که درونتی یکی باشه. میگن authentic. وان که خواهی که از بلایش واخری جان او را در تضرع آوری. وقتی که میخوای بلا را از یک کسی کم کنی، اونو بیشتر به خودت نزدیک میکنی، بیشتر خضوع و خشوع بهش نشون میدی. گفته ای اندر نبی که امتان که بر ایشان آمدن قهر گران. میگه تو قرآن آوردی که امتایی که براشون عذاب بالایی براشون آوردم، عذابشون زیاد بود، چون تضرع می نکردند آن نفس تا بلا از ایشان بگشتی باز پس. میگه چجور نتونستن اینا تضرع و گریه رو دارم میگم عملش رو داریم فکر میکنیم، ولی چرا ازت نخواستن که این بلا رو ازشون برداری؟ این by the way آیه 42 43 سوره انعامه. جای مختلف
سوره سبا هم سوره انعام 42 43 راجع به چه قومی میگه؟ یه نگاه بکنه واسایی دست آد و آد و سمود و نور و مرتب میگه اینا نتونستند وقتی که پیغمبرشون بهشون گفتش که میتونید شماها به شماها بیایید و از خدا بخواید تا عذاب نیاد اینا نخواستن. فقط قرآن میگه یونس بود که قومش بعد این کار کرد. درست بود، کاملا درست بود. بعد داستان بعد قوم یونس رو اتفاقا مرسی. لیک دلهاشان چو قاسی گشته بود، یعنی سخت گشته بود، آن گناهاشان عبادت میره بود. از بس دلهاشان سخت بود، گناه هایی که میکردن فکر میکردن عبادت دارن میکنن. تا نداند خیش را مجرم عنید، آب از چشمش کجا داند دارد. میگه تا موقع که خودت ندانی که خودت مجرمی، چرا این آب از چشه تازه نمیشه بیاد، یعنی نمیتونی عشق بریزی. خب پس اینم از میکالی. قصه قوم یونس هم که همین الان صحبتشو کردیم، اینم سریع بخونیم. قصه قوم یونس علیه السلام و برهان آن است که تضرع و زاری دافع بلای آسمانی است و حق و حق تعالی فاعل مختار است، پس تضرع و تعظیم پیش او مفید باشد. فلاسفه گویند فاعل به طبع است و به علت نه مختار، پس تضرع طبع را نگرداند. سخت شد، خیلی سخت شد. یعنی که طبعت باید این تضرع تو طبعت باید باشه. قوم یونس چو پیدا شد بلا، ابر پر آتش جدا شد از سما. وقتی که برای قوم یونس وقتی که بلا اومد، از آتش از آسمون شروع کرد آتش باریدن. برق می انداخت می سوزید سنگ، ابر می برید و رخ می ریخت رنگ. شروع دیدن که بله، مثل این که اوضاع خرابه، داره از آسمون آتش میاد و اینا دیگه دل سنگ هم داشت آب می شد. سنگ داشت آب میشد به خاطر این عذابی که داشت میومد و اینا رنگ از رخشون پریده بود. جملگان بر بام ها بودند شب، که پدید آمد ز بالا آن کرب. کرب یعنی سختی و عذاب. اینا رفتن شب رو پشت بوماشون و شروع کردن اون عذابی که یونس گفته بود ممکنه اتفاق بیفته، دیدن داره اتفاق میفته. یونس هم میدونی که گذاشته بود و رفته بود، حرفو بهشون میزنه و میره. مادران بچگان ببخشید، جملگان از بام ها زیر آمدند، سر برهنه جانب صحرا شدند. این سر برهنگی یعنی چی؟ یعنی اگه کلاه مثلا اون موقع نشونه بزرگی بود و اینا همه بود نشونه های بزرگیشون رو گذاشتن کنار، جانب صحرا شد. مادران بچگان برون انداختند تا همه ناله و نفیر افراختند. مادران بچه هاشون هم با خودشون بردن که همه با همدیگه ناله و نفیر بکنن. از نماز شام تا وقت سحر خاک می کردن بر سر آن نفر. از نماز از شب تا صبح اینا شروع کردن به دعا و زاری کردن. جملگی آوازها بگرفته شد، رحم آمد بر سر آن قوم لوط. یواش یواش به خاطر زاری و خواسته اونا رحم اومد براشون. بعد نومیدی و آه ناشگفت، اندک اندک ابر واگشتن گرفت. بعد اینکه اینا امیدی نداشتن و دیگه صبرشون هم طاقتشون هم به انتها رسیده بود، اندک اندک ابر واگشتن گرد. یواش یواش ابر شروع کرد و باز شد. قصه یونس دراز است و عریض، وقت خاک است و حدیث مستفیض. میگه این قصه یونس هم خیلی بلنده، حالا نمیخوام براتون بگم،
الان صحبت این خاک و حدیث مستفیض، یعنی این سخنی که قرار ما بازش کنیم ببینیم چیه. چون تزرع را بر حق قدرهاست، وان بها کانجاست زاری را کجاست. میگه که فقط اینو بدونید که تزرع یا خضوع و خشوع در برابر خداوند قدرهاست، یعنی قدرش خیلی بالاست و دیگه اون اگه دیگه زاری بدونید چه قدر چیزی داره. یعنی زاری حالا داره مقایسه میکنه که دیگه اگه واقعا یه چیزی رو شما یه چیزی رو خیلی بخوای زاری میکنید. یه بچه مثلا یه چیزی رو از شما بخواد، مثلا پای باباشو میگیره بل نمیکنه، شما بری اونم باحال میاد تا بگیره. تا حالا زاری کردی میاد فکر کنید این امید اکنون میان راه ببخشید این امید اکنون میان را چوستند، خیز ای